خونه نوزادی به دنیا اومده، همسایه این ور کوچه پارچه سیاه زده. یکی از داغ عزیزش مثل بارون میباره، یکی دستاشو توی دست شریکش میذاره. آره باز این درو یکی میاد یکی میره، یکی چشمش هنوزم میدوه و یکی سیره. تویی که مسافر جاده یه روزگار میشی، یه روزی پاییزی و یه روز دیگه بهار میشی. بذار شادیات بمونه غم از یادت ببر، آخه زندگی همین قصه سنگ و سر، قصه گریه و خنده، قصه شادی و غم، قصه بالا پایین و قصه زیاد و کم. آره باز این درو یکی میاد یکی میره، یکی چشمش هنوزم میدوه و یکی سیره. تویی که مسافر جاده یه روزگار میشی، یه روزی پاییزی و یه روز دیگه بهار میشی. میدونی هرچی خدا بخواد همونه، هم سفر یا لبخند و عشقت و تو قصه ها ببر. آبجی خانم سلام علیکم. میگم که پس این پرسنل مؤسسه مینو کوشن تو راهن؟ دارم میام خانم، صدا زینان رو نمیشنوی؟ دارم میام. بودو این دیگه بجنبین اینجا رو. الله زینان امید بذار زمین، بذار زمین. بچه مردم اگه نمیدونی مهمونی که داریم چه مهمونیه، قشون شکست. اینا پرسنل مثلا مؤسسه مینو هست. قزمی زینال همطوری مونده؟ کدوم؟ قزمی میگم. آوازم برای من میخونه، خیلی کارشو بلده. آقا جون امروز یکی از دوستان دوران اکابر، با هم اکابر میرفتیم، آقای رستمی محسن ها، خاطرم هست. بله بله. ببین واسه آبجی خانم، توپ داغونش نمیکنه. ایشون اینجا مهمونی انداخته. آقا میخوام آبروی من رو نبریدم. حواستون هست؟ آقا خیالتون راحت. معلومه که نیست خانم دادا. آقا جون این آدمی که دارم بهتون میگم رستمی گردن کلفت ها، لااقل کن 70000 تومان پول تو حساب سپردش، پول هست الان. دارم بهتون حرف داریم میزنید. از اون آدم هاست که میخوره زمین، 3000 نفر قبل از این که بخوره زمین رو تاچ کنه تو هوا گرفتنش. گردن کلو بفندم نیشکت تو. چون اطرافش آدم فراوون داره، فکر فامیل پولداریه، ببین پول تو جیب اونه، احترامش همین دوروریاش میگیرن. ببین چه خبره. شماها باید خودتون رو نشون بدید اینجا. دینی میخوام ببینم چه میکنید. با فک و فامیلش که بیان اینجا، ما تا آخر عمر آبجی خانم بیمه ایم. زینا چه کار میخوای بکنی؟ آمادگی داری یا نه؟ چشم. میگه چشم. زینی هوی. اوی زینی. زینی هوی. آمادگی داری؟ لیست غذا رو دیدی؟ بله خیالتون راحت. میدونی چند نوع غذا میخوان؟ ولش کن بچه اونا. چند نوع غذا؟ همه رو دیدم، همه رو دیدم آقا. میتونی از پکش آبجی خانم حواست به من باشه، میتونی آبرومون نره. من نظارتمو دارم خان داداش. لیست غذا رو دیدی شما؟ بله، انواع خورش، بسنجون، قرمه سبزی، قیمه، میدونید که دلمه بادمجون. یه چیزی میگم آبجی خانم، میگم اگه نمیتونی 4-5 نفر کمکی بگیریم واسه. نه آقا خیالتون راحت باشه. حالا اگه میخواید دلتون قرص باشه، میخواید زنگ بزنیم آقا کریم و نمیدونم آقا مسیب و اینا هم بگیم بیان. حالا هر جور خودتون سلام میدید. من گفتم دسترارم بچه‌ها، امید نادر درست میکنه دیگه. هر جور خودتون سلام میدید. میترسم آبرومون بره آبجی خانم. نه منم نظارت دارم. خیالتون راحت خانم. یعنی میچرخونی قضیه رو به شکل دلخواه، آبرومون نبری. نه خیالمون راحت باشه. شاید این مهمترین مجلسی باشه که تو مؤسسه مینو در اتفاق میفته. مهمترین؟ بله. اگه مهمترین نباشه مهمترینه. ببینم چه میکنید خدا. تو چرا احمد تو همه حالا؟ چرا؟ بکش بالا اون لبانش، پایین بده بالا، لکو. اون لونچه، لکو لونچه بده بالا. جمعش کن، بده راست، بده چپ. ای بابا، جفت چف کن، باز داد جلو. ببندی اون نیجوتا، بلند شو. الان میاد آقای رستمی. بعد از شب اینجا مجلس داریم، بلند شو. هشی بخون زینی من دنبالت بیام. یا تو اون حیات بده به اون کاورو. کاورو بده به اون. خدا بادا مبارک خدا. پرسنل مینو رو نگاه کن، هر کدوم داره زوارشون در میره. کاهو داغون کردی آبجی خانم. من ذکری هم که مؤسسه مینو با 4 تا آدم زپرات چجوری سرپات حیرون موندم. والا منم دو به شکم نمیدونم اینا از پس این کار دواش بچه مرده. والا شو برو دیگه، من اینجا مسئول هماهنگی همه خریدارو من باشم. اونا باید زحمت بکشن، اینم دنبالشون را میفته. نه خوب پخته، دست درد نکنه. این مدنه رو به انارش کم نی؟ این خانم داداش نه خوبه. به قرمه سبزی که چس رو به انار رو میکنه. نه خانم داداش خوبه، عالیه. اندازه از خانم داداش. عجب بوبرنگی را اندازه. نه خانم داداش بوبرنگی این دلمه بادمجون است که سر اجازه. مال اینی مال اونه؟ بله اون سر گاز نرمه. الحق و الانصاف که درجه 1 آشپز خودمی، یعنی با آقا مینو به داشتن همچین آشپزی افتخار میکنه. خود من منوچهرخان مینو به شما افتخار میکنه. غلام آقا نبند اون لب و لوچه رو، لوچه رو جمع کن، لک و لنجو باز داد پایین، لوچه رو بده بالا، لک رو جمع کن، لک بده بالا، بچسبون، گوش کن دیگه، باز داد جلو، چفتش کن، لنجم کجامه، من پایینی رو بده بالا، جمعش کن. خیلی خوب که باد داد پایین. آقا ولمون کن، لیاقتت بیش از این حرف هست. اکی یکی نامبروانه، نامبروانه به قولان سر سفره شما بزرگ شدیم آقا. میگم کم نیاد غذایی رو، نه آقا خیلی حضرتون راحت باشه. جمعیت اونجا نشد کنم، همم داشتم دفعه اولمون که نیست که باز این حرف زد. باز تو کی به تو گفت بچشی غذا رو نظر بدی؟ واسه من کی سخنرانی گفتم بکن یه بری حالا کتابی ها درست باشتم. حالا شما کتابی خواب خیلی خواب. میگم بی برو این شربت رو سرو کن توی جمعیت، دهنشون خوش شده. وایسادی بر من تعریف میکنی، داستان تعریف میکنی. خانداداش همین الان من دیدم که چرخوندن، دارن شربت رو میچرخونن. شما که اینجا بوده که کجا دیدی؟ امید جان تو زبون چشم گفتن نداری؟ داستان درست میکنی واسه من؟ اوکی همین اوکی اوکی اولی کردم حضرت بایسته با اون قیافت اوکی انگلیسی واسه من حرف میزنه. بیبارو الان میگه میخوام جوک واسه تعریف کنم. تعریف کنم براتون خود نداشت؟ ای بابا تعریف بکنه بگو ببینم چه غلطی میخواد. حالا موقع جوک تعریف کردن جمعیت اونجا نشسته میخندینا. خب بگو ببینم چیه. یه مرده دم چاه وایساده بوده میگه هش هش هش، یکی دیگه میاد میگه چرا هش هش میکنی، میندازتش توی چاه میگه نو نو نو. زرا بده بینمک لوس برو بیرون، برو کارت انجام بده. برو ببینم بدو یه وری گوریده چلو. چی جالب. خب 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 چقدر واقعا. خب زینی جان از این غذای گلچینی از سرآشپز مخصوص، غذای اختصاصی بفرمایید ببینیم دیشب چه گلی کاشتی. واقعا گلچینی گلچینی از سرآشپز مخصوص. خب تعریف کن ببینیم چیکار کردی، چجوری این غذا اصلا به فکرت خطور کرد که همچین کاری بکنی، سینی مخصوص درست. از اول میخوام داستانشو تعریف کنی بر همه. ها بفرمایید چه تا خواب. عرض به حضورتون آقا این درست کرده بودیم قرمه سبزی و قیمه و فسنجون و تچین مرغ و شیرین پلو، کوکو سبزی هم بوده. کوکو سبزی دادیم تنگش. قربون فسنج. اینا رو همه رو قاطی کردیم و ریختم. چجوری قاطی کردی؟ هم زدی، آب ریختی توش یا اینکه اینا رو همه رو یکی ریختم تو سینی، همچی یه تابی بهش داد. روش چی دادی؟ روش رو با ماست و ژله و لوبیاهای قرمه سبزی تزیین کردم. خیلی شیک. آب شلغم هم دادی روش. آب شلغمو تروبچم دادم روش رو برای اینکه می‌خواستی طعم و عوض. هر کسی گفت. میگم آب زعفرونم روش داده بودی؟ یه ذره آب زعفرونم دادم روش که همچنین رنگ و لعابش هم. من میگم آبجو خانم یه طعم قشنگی داشت. مال آب زعفرون من میشه بدون آب زعفرون؟ خواه بعدش خواه. بله عرض به حضورتون همین دیگه، اینا رو فرستادیم تو، همه خوردن و سرخ کردی تو روغن؟ نه گرچه ها سرخ کردش همون به همون حال و هوا میفرستیم تو مجلس. خوردن همه خوردن. بابا و چهچه داماد که خورد، داماد دو سه تا قاشق خورد، دیدیم دود داره حلقش بلند میشه. دود نبوده، این بخارات غذا بوده. نه خالیه مسئله است. من این خدمت شما توضیح بدم، اینا رو که میریزی رو همون آب شلغمو که میدید روش یه ترکیب شیمیایی به وجود میاره. این ترکیب شیمیایی توی معده تبدیل میشه به گاز ازوت. این گاز ازوت میاد بالا، میزنه پشت خرطنه. نه میزنه زیر جهاز هاضمه، میزنه زیر میزنه جهازی کی بوده؟ بله میزنه زیر خرطنه یا رود، بعد بیخ گلوش هی دود میزد بیرون. میگم خانده داشت میدونی دلیل این دوده چیه؟ دلیل پزشکیش. میفهمم این روده ها که گره میخوره این دوده اینجوری میزنه بالا. بله این اژدها. بله میزنه بالا. بله خب دومادم خورد. دومادم خورد و اینجوری شد. دوماد چی شده؟ اون دوماد ندیدی چون دوماد دماغش شد اینقدر چشاش باد کرد، یهو شکمش اومد بیرون، همه انگوشش باد کرد. این چند دقیقه بعد از خوردن این قضیه؟ 10 ثانیه. 10 ثانیه دیدی تو با تو؟ بله من بغل دوماد بودم. بله دیگه آمبولانس با اجازهتون اومد و رفتن مهمونا هم که پشت سر آمبولانس همه بوق کنن، دست می‌زدن و بوق می‌زدن تا پشت سر بیمارستان رفتن دیگه. برکالله رفتن همه. منم تا اسمها را رفتم پشت سرشون که ببینی چی شده. بله جواب غذا رو می‌خواستی بگیری. من گفتم به خانواده محترم عروس گفتم گفتم اینو بهش آب لیمو بدید ببره. چی ببره؟ ساروجو؟ نه این غذا ساروج درست کرده به خورد ملت داده، گفته آب لیمو ببر. بنده خدا آب لیمو مگه سمنتو میبره؟ ساروجو مگه میبره؟ خب حالا الان خبر چه خبر از اینا؟ الان دیگه از دومات چه خبر؟ خبر نداره. سلامتی بستری ان هنوز. بارکالله بستریه. بنده خدا اگه دکتر خاموشه نفله اگه بفهمه این موضوع رو، تو فکر نکردی که اینجا رو ممکنه هر آینه درش گل بگیرن، آشپزخونه تو رو چف بزنن درش دو قفلش کنن؟ نه اینجا در اینجا رو گل میگیرن، با آشپزخونه کس کاری نداره. آباریکلا. خب ببین چقدر دلسوزه واقعا. 30 سال جون کندم بزرگش کردم. عقل و بارو ببین، تمام وجودش عقل و بار. خب بقیه‌اش سلامتی شما. بعدش تو شو؟ بعدش دیگه همین دیگه. البته مونده نصفش مونده. نصفش مونده. اون گفتیم حالا مجلس بعدی. دست پیش نزن مجلس بعدی می‌خوایم بدیم بخور. خب عرضی ندارم دیگه. تموم شو. هر چی میل دارید مال نهار امروز من درست کنم. اوه خانه. برو گم شو. خانه. خانداش اگه فرمایش چیزی ندارید من با اجازهتون استعفا رو بنویسم. استعفا بنویس الان میام میزنم. چسبونم به در یخچال خانداش. فرمایش ندارید؟ بفرمایید. قربون شما. باش. آقا زینال دیدم این درو واکن تا بهت بگم. آقا زینال مرگ بالا کرتو گم کن. خیلی بی تربیتی. بابا جون کارت دارم عزیزم. من تا استعفا رو ننویسم بابا از اینجا بیرون نمیذارم، درم باز نمیکنم. برو اینقدر زود تصمیم نگیر، یه دقیقه این درو واکن، من 2 کلمه با حرف بزنم. وصیت خود استعفای خود را اعلام می‌دارم خدمت جناب آقای خانداداش منوچه مینو. بابا منوچهر مینو دیگه خانداداشو نباید بنویسی. این بزرگوار تقاضامندم 24 ساعت به این جانب فرصت بدم تا خرت و پرت‌های خودم رو گم شه. این تربیت در واکن به یه جای دیگر منتقل کنم. امضا زینال. بابا این در واکن. خودکشی؟ زینال! سکو خودکشی نکن بابا، خاندادش خیلی تو رو دوست داره عزیزم. قرونت بشه. خودکشی واسه چی؟ خودکشی چی؟ اینا مال خودمه، دارم مسائلمو جمع میکنم. خاک تو سرت. خاک تو سرت، یه کفگیر و یه دونه چاقو مال توه؟ حق حقوقه دیگه نمیخوای؟ بقیه اینا رو با پول خانداداش خریدم. پس جوانی چی میشه؟ این موی سفیده چی میشه؟ این عمری که تو این آشپزخونه گذاشتی چی میشه؟ میدونی اگه بری از دست خانداداش رو اداره کار شکایت کنی بدبختش میکنه؟ چیو بدبخت میکنه؟ همین خانداداش. خانداداش بدبخت میشه؟ میزنم با این سرت بپر هوا. بابا من دارم به خاطر حق حقوق تو میگم. را پیش پای من بذاری برو چرا رو بابا دیوونه. باشه باشه آقا جون باشه. ریختتون نبینم. صبر کن. بچه‌ها آدمی واسه آروم باش. یعنی راست میخواد بره؟ بله خانم پیراسه. این ملاقه و چاقو بزرگش هم برداشته. چقدر قضیه جدیه مامان. بله. ببین چقدر این پسر حسوس بود و ما نفهمیدیم. حسوس؟ آره یعنی حسود و حساس. ببین تازه گفته که به من خیلی هم توهین شده، اهانت شده به من ناراحت شدم. آخه میدونی عزت نفسش لکه‌دار شده. مامان عزت نفس لکه‌دار نمیشه، یا جریحه دار میشه یا میشکنه. بله. یه دقیقه برو کنار. بامداد این از طرف من بده بهش. دست شما درد نکنه. ای ماشاءالله خانداداش. واسه تا پرتقال گرفتم. دست درد نکنه آبجی. جون بگیری. جدا به فکر ما هستی آبجی خانم، دست درد نکنه. خوبه ورزش؟ خوب. مگه نمی‌بینی چه کیفورم رو پنجم الان. آبجی خانم نگرانم. بگو واسه چی؟ واسه چی خدا نکنه؟ خانم فردا مجلس ترحیم داریم. یه بره آدم میریزن اینجا. بله بله. هیچی نداریم. به زینی برو بپرس ببین چی احتیاج داره، لیست کنه من برای فردا بدم واسهش تهیه کنم. فردا میریزن اینجا چی نداریم بهشون بدیم. زینال خانداداش. بله. پس کی؟ مگه زینال قهر نکرده؟ خب قهر کرده باشه. مؤسسه رو که نمیشه تعطیل کرد. بهش بگو علیک السلام. خانداداش منوش میفرمایان علیک السلام. بله. آقا زینال میفرمایین میرین دستورتون رو میشورین، میایین خانداداشو ماچ میکنین، اکسکیوز می هم میخواین تا خانداداش ببخشتتون. چی اکسکیوز میخوای دست من بگم؟ با کارت ولم کن دست من آچ میکنم. میخوام نکنه 30 سال سیاه. خب نه. بهش بگو ببین آبجی خانم چی نیاز داره برای فردا تهیه کنم واسش. چی میخوای؟ سلت. میگه سلت. سلت؟ ها. سلت؟ ها. چه نوع سلتی؟ آهنی، فلزی، پلاستیک، سیاه، سفید، مشکی، قرمز. سلت ما، سلت آشغال، چه سلتی؟ روحی؟ چه آهن سفید؟ همین سلت؟ همون سلت ماستی که فرمودم. سطل ماست. چند تا؟ چند تا؟ یه دونه. وان. بابا فردا این همه جمعیت میریزه اینجا یه دونه. گرچه خود داند. شما آشپزی ما که نیستیم که. نمیدونم. همون یه دونه از سر ما زیاده. سلت ماست میخوام سلت ماست سلت ماست من بیام اینجا چکار بکنم. چی داره میگه آبجی؟ تو چی داری میگی زینال؟ بسه؟ هم که چی داری میگه؟ تو چی داری میگی زینال؟ میگم همون یه دونه سلت منو بدم من میخوام. میگم این خزعبلات چیه این داره سر هم میکنه؟ آبجی خانم این خزعبلات چیه؟ سلت ماست؟ سلت ماست از سلت ماست هم کجا بود چی بود؟ من چه میدونم آخه؟ بخشید همون سلت ماستی که منو از توش پیدا کردید لب جوغ، همون اون سلت ماست خودم. بنده خدا تو مگه حالیت نیست موقعی که بنده شما رو از تو سلت ماست گرفتم دیگه سلتشو نگر نمیدارم یادگاری که شما رو برداشتم سلتشو 30 سال پیش انداختم جلو سگه خورد. سلت ماست از من میخوای؟ آبجی مسئوله قربونت بره. واسه چی میگم ارث پدرت مگه از من میخوای شما؟ چی جون من میخوای؟ خودت عصبانی 30 سال بزرگت کردم حالا سلت ما یاد سلت ماست افتادی؟ میگم فردا مهمون دارم. آبجی مسئوله قربونت بره خودت عصبانی نکن. شما میگه هی میگه میخواد آب رو آتیش بریزه. آبجی خانم میگم عصبانی میکنه منو با این خود اولاتی که سر هم میبازه. خودماش میخواد. سلت ماستم گفتم بدید. همون نمیخوایدم سلط ماستم ندید مال خودتون فدای یه تاره موی سر. حالا دیگه واسه بنده بذل بخشش میکنه. میگم میری یا به سسبینم چینه دیفال گمگورت کنم. سلط ماستم نمیخواستم. حالا سلط ماستم نمیخواستم. استفادم بینی به چسبون به یخ قربون قدت برم من ها پرتقالتو بخور استفاشو بینی بسم امضا میکنم میزنه به یخچال شما خیالت را بخور من ببینم داری میخوری خان داداش رفت 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 بخور آره همین دیرو پریروز دیدمشا یه کلاسی واسه خودش گذاشته بود انگار من نمیدونم کیه خیلی جالب بود اداش آره منم حسابی جلوش در اومدم آره حالا من خیلی کار دارم یه 10 دقیقه دیگه دوباره بهت زنگ میزنم خود اینجا چیز دارم بعد به یه دو نفر دیگه هم حرف بزنم باش دوباره بهت زنگ میزنم قربانت چیکار می‌کردی شما خانم چیکار داری می‌کنی این درد و غبار چیه تو این قفس‌ها سلام آقا این چه میزیه این چه بساطیه آقا خب من داشتم می‌خواستم الان همین همین هی بره جادو نشستی پای تلفن می‌بره می‌کنی به جای کار و زندگی کردن این چه وضعیه واسه من درست کردی چشم هی بگو چشم اون تلفن رو برمی‌داری به یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار زنگ می‌زنی؟ چیکار می‌خوام بکنی؟ می‌خوام زنگ بزنی یه آگهی 1/4 صفحه‌ای بله خیلی هم خوبه نه خیر همون 1/4 صفحه بسته میگم نمی‌خواد بیشتر از اون همون بسته حالا هی بگو چشم خب آقا من چی بگم چشم یه آگهی 1/4 روزنامه‌ای میدی بزنن چشم مبنی بر استخدام یک آشپز درجه 1 شد؟ یادداشت کن بنویس آشپز درجه 1 سوابقش سن و سالش سابقه خدمتیش کجا کار میکرده یه آشپز میون سال عاقل مردی باشه که تجربه هم داشته باشه بنز کافی اسم مشخصات سن و سال تاریخ تولد اسم پدر همین چیزا رو با یه ضامن معتبر میاری اینجا یادداشت میکنی میدی به من تا یه آشپز درجه 1 استخدام کنم و نشونش بدم که حظ ببره بفهمه که آشپز ریخته ایشون تنها آشپزی نیست که افتاده بیخه گردن من بیخه گرم من آقا نکن آقا چش الان میگم شد تا من نشونش بدم چشم آقا اینجا دارم حظ کنه آشپز یعنی چی حظ ببره قر بر من برمیشه خونه قر نشونت بدم حالا که کیف کنی الو آشپزی آشپز میارم الو آقا آشپزی آشپزی نشونت بدم کیف کنی آقا آشپزی گرفتم میگم کی به شما گفت آشپزی بگیری کی به شما گفت زنگ بزنی اصلا خودتون الان گفتید حرف نشه چشم ای باز میگه چشم خودت چشم میگم این برو دیگه واسه من نگاه میکنه به جون کجا برم چیکار دوباره ببینم چشم کجا برم کی به تو گفت بری کجا میری؟ بجو برو ببین منو آبجی خانم کجاست؟ تو باغ بی جلو کجا میری؟ چش آقا آبجی خانم کو؟ تو باغ تو باغ چه کار میکنم؟ بگرد کی بهش گفته بره تو؟ نمیدونم چش حالا تنها گوش بده ببین چی دارم بهت میگم چشمم هی نکن آبجی خانم میری در اولین فرصت پیداش میکنی چون تنها کسی که میتونه پادر میونی کنه این پسره رو راضی کنه که برگرده سر کار زینالو فقط از پس این کار آبجی خانم برمیاد یا یه عاقل مرد خود من که نمیتونم برم که پس آبجی خانم کننده ی کاره پیداش میکنی میگه بره این کار انجام بده این پسر راضی کنه برگرده سر کار دلم طاقت نمیاره برو گوش بده به من کجا میری کی به تو گفت بری چشم نمیرم باز میگه چشم نمیرم به جو منو نگاه نکن وایس ببینم اینجا فهمیدی چی بهت گفتم گفتم چی گفتم برو برو ببین برو اومدم خدمتون آقا خاموش این چقدر شبیه سرگینه راستی فرق بین سرگین و عنبرنثارا رو آخرش به ما نگفتید مزاح میفرمایید آقا امرتون رو بفرمایید میگم نه جدی چی این ساقه یک داروی گیاهی خوشمون دکتر کارت دارم من اومدم اینجا میخوای سر من با عنبرنثارا و سرگین سر من گرم بکنی در خدمتتون هستم آقای نادلگرونم چرا آقا دل به شور داره میزنه دلم دارم زیر و رو میشم من نمیبینی رنگ رومو چرا نمیدونم کدوم از خدا بی خبر یه وری چلوپدی کدوم آدم نسناسی، کدوم آدم بی‌شناسنامه‌ای نشست زیر پای این بچه بدبخت من؟ خب امید؟ نه خیر آشپزم امید زینال؟ زینال بله، نشستن زیر پاش بچه رو بردنش که بردنش، از راه به درش کردن و بردنش، بچه‌ای که مثل گل بود. آقا جسارتاً ببخشید ولی تقصیر خودتون بود خانده داشت. کی؟ بله شما آقا، من جای شما بودم با یه مشت میزدم تو دهنش کن دندوناش بیفته تو حلقش. بله دکتر تو که خشن نبودی که، از که تالا خشن شدی؟ بعید از شما آقای شاعر، مسلک شاعر پیشه لطیف نازک دل نازک شیشه بلور کریستال دیگه، از بلورم زدی بالاتر. تو که صاف بودی، تو که زلال بودی، تو که آب روش آینه بودی، تو که بزنم تو دهنش دندوناش بریزه. خودم بلد نیستم مگه، چلفتی هم خودم بلد نبودم. کاش که یه کار دیگه یادم میده دیگه بکنم. مرد حسابی به قول خانم چی اسمش، پیراسته، به قولی گفتنی، خودم بی تقصیر نیستم، خودم مسئولم، منم مقصرم. بگو چرا؟ غیر ممکنه. میگه خانم پیراسته میگفت شما این بچه رو چیشو لکمال کردی، غرورشو لک. قبول میکنه آقا، اینو قبول میکنه. کار خوبی کردین که انجام دادین آقا، کار خوبی کردین که انجام دادیم. شما ولی نعمت اونی. آخه ایشون غلط میکنه که از شما قهر کنه. خب البته دکترشون نمیشه تو این روزگار غدار، روزگار با نفسا، میشه بچه رو ولش کرد. نمیشه دادن ولش. خب کجا هست حالا این بچه؟ من بابا دارم دیوونه میشم. کجاست؟ نگران نباشید خونه ما. چی؟ بله. خونه شما؟ بله. و چرا حرف نمیزنی؟ داشتم میگفتم آقا، داشتم میگفتم. میخوام خفت کنم؟ نه خیر آقا، باور کنید اگه به خاطر گل روی شما نبودم امکان نداشت تو خونه راش بدم، بیرونش میکردم. خوب کردی دکتر، این کارت خوب بوده که بردیش خونه خودت. خواهش میکنم. بابا جون با اون زبون تیتال، با اون زبونی که من میدونم کلاغو از تو لونه سگ میکشی بیرون، باش حرف میزنی یا خرش میکنی، این بچه رو پاشو برو با اون روح لطیف شاعرانه که داری، بچه رو چهار تا از اون نصیحت‌های شاعرانه بهش بکن. این کله پوک و توهیشو به آویزه گوشش کن بیرون. میخوام سر عقل بیاریش. ببینم میتونی یا نه. باشه چشم. ای بگو چشم حالا. باز میگه چشم. جناب مینو بله. از من میشتم این آقا ردش کنیم بره، این چیه نگه داشتی تو خونه آخه؟ بگی بشین. به من میگه بی جلو، فکر میکنم چی میخواد حالا بهم بگه. آقای مینو ردش کنید بره، بلد نیستم خودم، یه وریه هم که به من یاد میدی. بهش میگم برو خونه نصیحتش کن، به من یاد میده، بیرونش کن، ردش کنید بره. ببین منو به کی آخر روزی اومدم رو انداختم؟ آقا جون بچه‌مه دوست من. چند تا زینی داریم ما. یه زینی بوده که در تمام تاریخ روی جوغ آب تو سلب بوده، اونم من گرفتمش، نصیب من شده. حالا ولش کنم بره؟ مگه میشه؟ اگه ناس من زینیمو میخوام. درکتون میکنم. من این بچه پاک و زلال از تو میخوام، بچه‌ای که مال و منال من از مال و منال خودش بیشتر نگهداری بکنه، دلسوزتر باشه. بچه‌ای که چشم پاک، نظر پاک، روحش پاک، زلال، بچه این دسته گل. مگه دیگه زینی من میتونم پیدا کنم؟ نه خیلی. نه دیگه زینی پیدا نمیشه. نه دور نجون عزیزم، اون شربت برای خاندایت بیار دخترم. شربت کوفتت بشه خودت بخور، تو سرت بخور، تو و اون دور نجونت با هم بخوری. خواهش می‌کنم. باز شربت به رخمم میکشی. گفتم پاشو برو 2 کلوم دکتر جون. قربونت برم 2 کلوم برو این بچه رو نصیحتش کن، بگو چشم. چشم. باز میگه چشم. بله چشم. میگم پاشو برو نصیحتش کن، باز بگو چشم. بازم بگو چشم. میگه چشم، میگم نصیحتش کن 2 کلوم آویزه گوشش، باز بگو چشم حالا. خب چشم. میگم بگو چشم. باشه. باز میگه چشم. نه. حالا بگو چشم باز. میگم بیاد خیر چشم. دیوونم کردی. بگو چشم. باشه. 2 کلومه. چشم 2 کلومه. دیوونه شدم یا آبی دیوونه شد؟ نه خدا نکنه. چشم. عجب غذایی پختیم. زینال علی. خالد زینال جان. میشه جونتون. خوراک سویا مخصوص آقای دکتر 100% گیاهی درست کردم. آفرین به تو زینال، آفرین که روی غذای پر از خاصیت دست گذاشتی. خواهش میکنم آقای دکتر. برطرف کننده چربی خون، برطرف کننده گلیسترول، برطرف کننده قند و خون، برطرف کننده کرک‌های زائد سر. این یکی رو باید میگفتی افزاینده کرک‌های سر. همون چهار تا شیبیدت هم میریزه دکتر. زهی خیال باطل که فکر میکردم با اومدن تو خونمون چه غذاهای خوشمزه که نمیخورم. خوراک زبون مخصوص دورنا خانم. الهی که تا آخر عمرت اینجا بمونی. یعنی تو واقعا اینو دوست داری؟ دوستش دارم؟ معرفه؟ نه منظورم این نبود که، یعنی تو دوست داری که آقا زینال پیش ما بمونه؟ خب معلومه حداقلش اینه که شبا شام نمیپزم. ای تنبل، بخور سرج بخور. ای بابا. ای آقا. من امروز جناب مینو اومده بود داروخونه. دنبال چی؟ خیر خیرت. از اینها یه مقدار براتون برسن. زحمت نکشید، ما خودمون میریزیم. میگم خوش بال دورنا خانم که از پختن غذا راحت شد، از شستن ظرف هم همینطور. ظرفای امشب با من. نه 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 نه، به جان خدا اصلا دست بذارید به هر چی نارا. دست به هیچ نذاره، همه چی با خود من. شما فقط به کارتون برسید. ما هیچ کاری نداریم زینال جان. چه کاری؟ من با خان داداش آشتی بدید. آخه زهرجان تو بیکاری میخوای برگردی پیش اون دراکولا. بابا با کی بودی؟ خان داداشو میگم دیگه. دراکولا خان داداش گفتی دراکولا؟ بابا حرف دهنتو بفهم مرد حسابی. زیا جان هر کی راجع به خان داداش این حرفا بزنه جوپاشو قلم میکنم. خواهش میکنم عزیز دلم، من شوخی کردم، اصلا منظوری نداشتم، باور کن. اتفاقا من عاشق دراکولام. بشین این نازک طبع دل نازک. به چرا زود میخوری غم اندک؟ اندک؟ همون اندک منظورمه. جای خان داداش خالی حیوانی الان همچین بزنه تو اون پوزت. این هماره. آره. ریختتونه. میگم زینال دیگه 2-3 روز پیش ما بمونی ها، قدرتو بیشتر میدونم. تو این 2-3 روز هم میتونی غذاهای باب طبع دورنا خانومو بپزی. حتما. چشم اونا رو درست میکنم. ولی خان داداش چی؟ خب هیچ. میاد منت کشی. نه خان داداش نیاد منت کشی. خان داداش نه، همین فقط خان داداش بگه بیا زینال تو بیا من میرم. از دایی به یک اشاره از زینال به سر دویدن. آه گفتی دورنا خانم، یعنی اگه خان داداش بگه بیا یه اشاره بکنه یعنی کلاغ بالبال میزنم تا خونه خان داداش. جان خدا خوش به حال خان داداش. الان خان داداش چی دارن میخورن؟ حتما داره تحچین که نمیخواد، ولی حتما آبجو خانم بالاخره دست به کار شده و یه غذای پخته دیگه. آه چه گندی بخوره خان داداش امشب. جرأت داره جلو رو خود آبجو خانم هم بگو اینو بیا جلو. زینال تو اینجا چی کار میکنی؟ ببخشید ترسون درمتونهای دکتر. پاک یادم رفته بود که اینجایی. این وقت شب چرا بیداری؟ با اجازتون گلاب براتون داشتم چند بیت شعر میگفتم. به خب پس طبع شعرم داشتیم، ما بیخبر بودیم. حالا درباره چی هست؟ حتما تظلم نامه ها؟ نه خیر، وصف معشوقه. حالا این معشوق کیه آقا زینال؟ میگه ای قد کمان سرو خمان میکشمم منت تو، ای بید بزان رود روان میکشمم خفت تو، دریا چشمی استوار چون کو میکشی از ماز تو بیرون مو، کجای بره لاپولو کشمشم خان داداشم بیا جلو. حالی ببخشی من دستشوییم گرفته. خیلی بی تربیت دکتر. چرا آخه مگه دستشویی کجاش بی تربیتیه؟ من به نظرم که اتفاقا یکی از ضروری ترین و بهترین مناطق جغرافیاییه. در ببند اقلا پشت سر. عجب وجدان کاری داره، خیلی تمیز کار میکنه. آفرین. منم خیلی هم دست پاکه، زینالمونه دیگه. بله. راستی آقای دکتر خاموش، این چینای پیشونیم احساس میکنم خیلی عمیق شده. شما دارویی ندارین به من بدین؟ خانم پیراز آخه چین پیشونی که عمیق نمیشه که آخه. شاید این چال چونمه ها. خب بله شاید. چشم تقدیمتون میکنم زینال جان عزیزم. اون اصاره اکلیل کوهی رو بی زحمت بده خدمت خانم پیراز. همچه اینجوریه؟ بله بله. چشم. چقدر بدم؟ اینو همینجوری چند شاخه. زینال جان خواهش میکنم. الان تقدیمتون میکنم زینال. اینو همینجوری چند شو. آها متشکرم. کافی. بچشم؟ نه این بس کردنی نیست. متشکرم. بفرمایید خدمت خانم پیراز. دست شما درد نکنیم. خانم چیکار می‌خوام قابل نه جدی میگم خانم پیراز. مهمون ما باشید. خواهش می‌کنم خانم. چقدر که این دفعه ما مهمون ما بودین خانم پیراز. خواهش می‌کنم قابل شما. قربون شما. به دوری جون خیلی سلام منو برسونین. خسته نباشید. زفت خداحافظ. خداحافظ. نه ای بابا باز میگه نه. عزیز من ترس نداره، همه چی ردیفه. یه زیرزمین پیدا کردم جون میده واسه کار کردن. مشتریاتم من پیدا میکنم. ها یارو اگه زد زیرش چی؟ تو به نادر اطمینان نداری واسه چی بزنه زیرش؟ 100 تا کارمند داره که هر روز باید بهشون نهار بده. تازه من با محمود خریده صحبت کردم، قضای 1000 تومن باش تموم کردم. چه تاش میمونه وقت؟ قضای کارمندی عروسی که نیست. فکرش کن واسه خودت میشی اوستا، خودت میشی آقای خودت. اصلا میشه یه پا مرکز تهیه و توزیع غذای زینال به اسم خودت. فکرش بکن. الو سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوبین؟ اتفاقا با استاد الان ذکر خیر شما بود. بله آقا غذای 1 و 200 دیگه خوبه؟ ببین دیگه ما رسیان نکن عزیز من، ما خودمون زغال فروشیم. تو خودت غذای 1 و 500 واسط میفته. باشه آقا میارزه. من با زنگ میزنم قربونه تو یا علی خود. آقا حل به داش نادرت بگو ایول غذای 1 و 200 تموم کردم بیا بریم قرارداد ببندیم. چه خبرت آقا نادر؟ چه خبره؟ انگار از جناب مینو نمیترسی. ترس؟ بله. نه واسه چی بترسم؟ تازه غیر از اینه که باید خیلی هم خوشحال بشه و خیلی هم خوشش بیاد. مثلا اون عاشق زیناله. خب ببین ای بابا فقط میمونه یه پول پیشش. دکتر بیا پول پیشش رو جور کن خودت دجا شریک سروا. شریک شما؟ آره فکر بدی نیست. میتونیم اولین رستورانای زنجیره گیاهی هم افتتاح کنیم. اسمش هم میتونیم بذاریم مرکز تهیه و توزیع غذای دورنا. چه تفاهمی هم نه بچه من راستش من از عاقبت این کار میترسم. من نه خودتون انجام بدید. اجازه مرکز تهیه و توزیع غذای دورنا یه دونه جونوره، یه پرنده است. غذاش چیه؟ قورباغه و وزغ. من قورباغه وزغ بدم مردم بخورن. حرف مفت واسه چی میزنید شما واسه؟ خب من یه پیشنهاد بهتون میدم. بذارید مرکز تهیه و توزیع غذای خاموش. غذایی که زیرش خاموش باشه اصلا میپزه. غذا خون بدیم مردم بخورن. زینال جون قربون تو بشم، دردت بخوره تو این سر من. چی میگی؟ شما بگو استاد عزیز، شما بگو. بذاریم مرکز تهیه و توزیع غذای خانداداش. باشه عزیز من، مرکز تهیه و توزیع غذای خانداداش. شما بیا بریم قراردادو ببندیم. بگو نادر بمیر 300 میمیر. من مخالفم. اگه مینو اومد اینجا کاسه کوزه رو به هم ریخت و هممونو کش چی کار میکنی؟ دکتر شدی واسه ما کاسه داغتر از آش. مخالفم یعنی چی آقا جون؟ اصلا میکنیم مرکز تهیه توزیع غذای مینوی 2. اصلا خود خانداداش هم بیاریم میکنیم شریک. من نیست. باشه آزینا استاد عزیز باشه. نه نه آو دکتر خاموش این بیرون میخوام آتیش بزنم. این بیساب میلا چرا در برم کن این بیرون میخوام آتیش بزنم. چراغ موشی میخوام آتیشت بزنم همینجا. آتاش قاله و خاک سرتم که میمونه بریزم سویه قطعه های ماهی خوراک ماهیا بشی از رو صفحه روزگار پاک کنم. خانداداش آخه دستم بده آمده. خانم عقب بایسته شما با من کاری نداشته باش. خانداداش این کارو باید 20 ساعت نیز داره بشه. قول شاعر گفتنی اجازه بده هر وقت ماهی رو عذاب بگیری خفته میشه میمیره. آو خانداداش تو این 10 سالی که خواهر خدا بیامرزمون از بین رفته 100 دفعه گفتم بکشش خیالمون راحت کن. امروز همون روزه آبجی خانم، همون روز خجسته است که میخوام از روی صفحه روزگار برش دارم فیتیله رو. مرد اسلامی حالا دیگه رو دست من بلند میشی میخوای مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی بزنی بیفته که گوساله آه این بیرون در اون سرگین فروشی رو میخوام همین الان بکشم پایین رو تبدیل کنم. نه آبجی خانم این حرف خوش حالیش نیست. آو بگیری خود داداشو دفتت میرسون این از کجا فهمید؟ این کار اون امید جاسوسه. مفرن زمامین که اصلا اینجا نمید زینو روی مهرولکیه که اینجوری فارگوش فای میسه هیچکی نمیفهمه. آخه من بدبخت این وسط چی کارم؟ من که گفتم با شما نیستم. اختیار داری آقای دکتر. آو برکم من کسی به شما کنم من خودم در باز کنم. بفرما آقا سیران برو در رو باز کن. اگه دوست داری دورنا یتیم بشه برو در رو باز کن. من یه وقت به خاطر خودم نمیگم من همش نگران اینم اگه مردم این چفتی رو به دست کی بسپارم. خانداداش هنوز که حالت خوری نشده تو یکی دیگه حرف بزن که همه این آتیشا از ورود تو بلند میشه. مرکز تهیه و توزیع غذا همینجا میمونیم بچه ها شاید خودش خسته بشه بره. من میرم. نه هنوز تو زیر زمین رو قلابه نکردن که راست میگن. بله ببینم نه تو من کجا میدونی؟ زینا ببین چه آتیشی داری میسوزونی؟ یا بیرون میگم خانداداشم با تو کاری نداشته باشه. شون خوب شده رو تیکه تیکه کنه. ای بای بای ای نمکدون شکن چشم سفید. آخه خانداداشم داره سکته میکنه. پاشو بیا بیرون. مگه کلی درو باز سکته خانداداشم سکته نکنید خانداداش سکته نکنید من خودم میام پیش تو. خانداداش نظر نزنی بره این تنها راه نجات ماست. نظر بره نه نمیذارم بره نمیذارم بره خانداداش کمن اینا نظرم من میام بیرون اینا نظرم من گرفتن بیرون کن چشمکه ببن الان همه چی به خاکون بانی کشیده ببن ندی تو اونجا چی کار میکنی؟ همه چی از زیر سر این گور به گور شده خاموش در اومده. خانداداش بچه ها رو دور خودش جمع کرده تحریجشون کرده شورش به پا کرده. خدا وکیلی شماها شاهدین همه شاهدین که من چند دفعه به این مراجعه کردم و خود همین دکتر خانم مانع این نذاشت ولی این دفعه آخرشه همینجا جلوی روی همتون میکشه. خانداداش به خاطر این تفلک دورنا نبر دورنا تفلک اینه چه گناهی؟ آخه شب خواستگاریش و پدر بالا سرش باشه نمانش کنیم به خاطر دورنا؟ آره خانداداش. خیلی خوب دکتر خاموش این دفعه فقط و فقط به خاطر یگانه یادگار خواهر خدا بیامرزم از سر خونت میگذرم. مروت تو خانداداش بیرون به خاطر این بیرون. همه محبتاتون، همه گذشتاتون. آبجی خانم جونه دلم، آدم کسی مونده؟ سینال خودمون خانده داشت. I'm going to go.